روز شنبه هلن تامس زنی که هر روز در ردیف اول اتاق خبر کاخ سفید می نشست و در بسیاری از مواقع سخنگویان و گاه خود رؤسای جمهوری آمریکا را با پرسش‌هایش به چالش می‌کشید درگذشت. او حدود یک سال پیش در جمع کوچکی از دوستان خبرنگار خود در کاخ سفید در باشگاه معروف خبرنگاران در واشنگتن شرکت کرد تا آخرین جشن تولدش را با آنان بگذراند. هلن در 92 سالگی از هوش و حواس کامل برای اظهار نظر درباره مسائل سیاسی روز برخوردار بود. هلن تامس 50 سال خبرنگار ویژه کاخ سفید بود. هنگامی که او کار خود را به عنوان خبرنگار بین در کاخ سفید آغاز کرد، این حرفه به ویژه در کاخ سفید در انحصار مردان بود. از... پرزیدنت اوباما تقریبا بلافاصله پس از درگذشت هلن در اعلامیه گفت آنچه او را رئیس گروه ویژه خبری کاخ سفید کرد تنها طول دوران خبرنگاریش نبود بلکه باورش به با آن بود که دموکراسی ما وقتی خوب عمل می کند که بتوانیم پرسش خود را با رهبرانمان در میان بگذاریم و از آنان بخواهیم که پاسخگو باشند. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و همسرش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا نیز در اعلامیه گفتند هلن روزنامه نگار پیشگامی بود که در عین آن که سهم بسزایی در برداشتن موانع داشت هرگز از کار خود در گزارشهایش از کاخ سفید کوتاهی نکرد در همین اعلامیه آمده است که کار هلن به دلیل هوشمندی فوقلاده ای وی در پوشش خبری کاخ سفید و مهمتر از آن تعهد او به نقش قدرتمند مطبوعات در یک دموکراسی سالم کم نظیر بود. در سال 2010 میلادی سخنان وی درباره اینکه اسرائیل باید از سرزمین های فلسطینی خارج شود توسط عده زیادی محکوم شد و باعث شد که کار هلن در کاخ سفید خاتمه یابد. هرچند که وی پس از پخش ویدیویی سخنانش از گفته های خود پوزش خواست. سیاوش علیپور، صدای آمریکا، کاخ سفید.